به نام خدای وفادار به عهد، ایرانیان سلام، عصر شما بخیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با خبرنگاران جوان شنبه 28 آذر ماه رو تماشا میکنید. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرحی که از صحن علنی مجلس به کمیسیون رفت تا احتمالاً به زودی راهی شورای نگهبان بشه. صرف‌های ارقامی که با جیب مردم ناآشناست، اما حساب‌های بانکی برخی‌ها را حسابی چاق می‌کند. داستان پرپیچ و خم هدایت پول‌ها به هر شکل و شمایلی به جیب بعضی‌ها به نام اختلاس و فساد اقتصادی روایت می‌شود. این روزها این پرونده‌های سیاه با همه تأثیرات اجتماعی و اقتصادیشان پای میز محاکمه می‌ایستند و در صف برخوردهای قضایی. مردم بعضی وقتا میان پیش ما برای یه وام 1 میلیون تومانی تو دفاتر نمایندگان خواهش میکنن که وام 1 میلیون تومانی قرض‌الحسنه بهشون داده بشه. بعد یه دفعه از صدا و سیما متوجه میشن یک اختلاس مثلا چند میلیاردی، چند هزار میلیاردی اتفاق افتاد. خب مسلماً نگران میشن. ولی میبینید پرونده‌های دانه درشتی الحمدلله طی سال‌های اخیر بدون ملاحظات سیاسی، حتی بدون ملاحظات وابستگی به شخصیت‌های بزرگ نظام، مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات قضایی تا پایان پیش رفته. حالا در کنار تمام دستگاه‌های نظارتی و نهادهای اجرایی در مبارزه با فسادهای اقتصادی، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس با 126 رأی موافق طبق اصل 85 به تصویب رسیده و حالا در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال رسیدگی و بررسی است. طرحی که موافقان درباره اهدافش اینطور می‌گویند: ساختار سازمان بگونه‌ای باشه که افراد صاحبان قدرت، آقازاده‌ها، ذی‌نفوذ‌ها، سرمایه‌داران برخورد با اینها صورت بگیره. پرونده‌های مالی درشت و تخلفات بزرگ رو مخصوصاً اونایی که جنبه ملی دارن، اینها باید در اون سازمان بررسی بشه. اما طرح تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی مخالفانی هم دارد. آیا به اصطلاح عوض کردن اسم و عنوان ما میتونیم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی رو حل و فصل بکنیم؟ اینطور نیست. به جای اینکه بیاییم ستادهای نظارتی حال حاضر رو تقویت بکنیم، به اینها قدرت ببخشیم، عزم و اراده جدی داشته باشن مسئولین در مبارزه با مفاسد اقتصادی، به جای اون میاییم یک سازمان دیگری رو تشکیل میدیم با همین ترکیب ها. نباید ما دستگاه‌های موازی رو ایجاد بکنیم برای اتفاقات خیلی محدودی که ممکنه که در هر کشور اتفاق بیفته. به هر حال طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر روی میز شورای نگهبان قرار خواهد گرفت تا تصمیمات لازم درباره این طرح گرفته شود. اما واقعیت امر سالمسازی عرصه‌های اقتصادی کشور است که دیگر خبرهای ناگوار و بعضاً جبران ناپذیری رو در عرصه‌های اقتصادی کشور نشنویم. نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر به کام استقلالی‌های خوزستان. البته پرسپولیسی‌های پایتخت هم بعد از کلی حاشیه در نیم فصل بالاخره تونستن تا اندازه خودشون رو بالا بکشند. میرسه تکلیف بلند، خیلی خوب توپو گرفت مهدی طارمی. سلام سرخ به مدعیان قهرمانی با فتح ایستگاه راه آهن در قلعه زرد. و حالا تو میگه گل شد. قطار لیگ برتر در ایستگاه آخر نیم فصل خودش با دست به دست شدن صدر جدول بین آبی ها توقف کرد. برگزاری دیدار پرسپولیس و راه آهن با حرف و حدیث های زیادی همراه بود و حاشیه های میزبانی قبل از سوت آغاز مسابقه در پشت درهای ورزشگاه انتظار میکشید. انقدر شلوغه که نمیتونیم بریم داخل. اصلا جا نیست؟ نه، مجبوریم از بیرون نگاه کنیم. برخلاف بازی‌های قبل که تماشای بازی راه آهن در این ورزشگاه رایگان بود، اما این بازی بلیت همزمان با حضور پرشمار تماشاگران قیمت‌دار شد. بلیتش گرونه دیگه، 5 تومن. مثلا گرونه؟ بله، حالا قرار بود مفتی باشه. 5 تومن تو قلعه سنگان شهر قدس گرونه. البته حواشی میزبانی شهر قدسی‌ها به بعد از بازی هم کشیده شد، جایی که انگار در میکسون ورزشگاه جا برای همه بود به جز خبرنگار. ظاهراً اینجا میکسونه، اما چی دیگه پیدا نمیشه خبرنگاره. در بالا باز خبرنگار، هوادارا هجوم آوردن دیگه. الان کار ما رو هم سخت کردن، موندیم چیکار کنیم. خبرنگاری توی این بازی بازار رویارویی بازیکنان با تیم‌های سابقشون هم داغ بود که کم حاشیه ساز نشد، از گله‌های نگرفتن مطالبات گرفته تا حجمه روی سکوها. آقای رحیمی در رأس کار بود،
یادم نمیره آخرین روزی که فصل تمام شده تو بغل من گی، حالا حالت بغض حالا خوشحالی بود، میگم اولین پولی که من تو باشگاه به تو میدم، حالا کدوم پول؟ الان نوز که هنوزه من یک قرون پول ندادم. آدارا یه مقدار بی‌احترامی کردم به. خب من فهم کنم که به خاطر بازی قبلی بودش که تو آزادی انجام دادی. ایبی نداره، در صورت چه وقتی یه روزم من اون کارو میکنم ناراحت میشن، یه روزم اینجوری این اتفاق میفته. به هر حال نیم فصل اول برای پرسپولیسی‌ها هرچند سخت شروع شد و ادامه پیدا کرد، اما با رسیدن سرخا به رتبه چهارم جدول و حتی با کسب عنوان آقای گلی طارمی خوب به پایان رسید. سریا مورد تمسخر قرار میدادم و اشاره میکردم به رده جدولی ما که اوایل فصل بالاخره بعضی از اتفاقات باعث شده بود که ما پایین جدول باشیم. از بعضی از تیم‌ها در 12 امتیاز عقب افتاده بودیم، الان جلو افتادیم از اون تیم‌ها. مطمئن باشین کم کم صدر جدول میگیریم. از اردوهایی که زمانی دانش آموزان رو برای دیدن یک فیلم دست جمعی در یک سینما دور هم جمع می کرد سالها می گذره. اردوهایی که کلاس درس رو به سالن‌های سینما می کشوند و برای دانش آموزان خاطره می شد. خانم مردانی در گزارشش به این نکته پرداخته که تکرار سریال این اردوها می تونه سناریوی خوبی برای پیوند سینما با مخاطبانش در آینده باشه. نقش کمرنگ هنر هفتم تو کوله پشتی بچه ها. یادش به خیر قدیما جدا از بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه و کنار دفتر حساب و مشق‌های ناتمام، سینما رفتن از طرف مدرسه یه حال دیگه ای داشت. گاهی پیش می اومد که از مدرسه می گفتن مثلا می رید زدنامهاتون بیارین و کلی ذوق می کردیم. یادم فیلمایی که آقای اکبر عبدی توش بازی می کردن، داخل ماشین لباسشویی می رفتن و بعد وارد دنیای عجایب می شدن. فکر می‌کنم الو الو من جوجو هم، خواهران غریب. والا تا اونجایی که خاطرم هستش کلا قرمزی بود. سلام علاقه عزیز، حالت چطوری؟ خوب و خوش و سلامتی، حالت چطوری؟ فرهنگ تک تک ما آدم ها از دوران کودکی شکل میگیره. سینما هم از اونجا که شاخه ای از هنره، یه خوراک فکری واسه یه آدم ها به حساب میاد. میگن مدرسه خونه دوم آدمه. حالا با هم بریم تو این خونه دوم ببینیم مدیرای مدرسه چقدر واسه تغذیه فرهنگی بچه ها برنامه ریزی میکنن. بعضی موقع سینما، بیشتر موقع میبرن پارک. خودتون با دوستاتون میرید؟ بله بله. از صرف مدرسه نمیدید؟ نه. روزها گذشت و خاطرات اردوهای سینمایی و هیجان و ذوق دست جمعی با همکلاسی‌ها تو سالن سینما گرد و غبار فراموشی گرفت. اما علت خاک گرفتگی این خاطره‌های قشنگ چی میتونه باشه؟ در حال حاضر مدارس ما در اردوهای فرهنگیشون بردن به سینما هست، ولی خب در مقایسه با گذشته سینما رفتن بچه‌ها و فیلم سینمایی دیدن دیگه سینما به اون شکل متعارفش نیست. ما فیلم خاصی که متناسب با سن دانش آموزان و به خصوص نوجوانه باشه ما کمتر داریم. بعضی الان فیلم ها برای بزرگترها مثلا میذارن یا اصلا به سن ما نمیخوره. من و خواهرم که رفتیم خانواده فیلم های اصلا بچه گونه نبود از خواهرم. بیشتر فیلم های بزرگ ها میزدن تو بچه ها. فقط میبرم بزرگونه نگاه کنیم دیگه، چیزی که نمیبرم. تزریق کم این خوراک فرهنگی و کمبود فیلم های متناسب با سن و فرهنگ ایرانی و البته رنگ و لعاب فیلم های خارجی باعث تغییر ذائقه و فاصله گرفتن بچه ها از دوران کودکیشون شده. دوست داری وقتی میری توی پرده سینما چه فیلمی رو ببینی؟ فیلم های ترسناک. من بیشتر فیلم های اکشن و کمدی رو دوست دارم. ترسناک. کمدی روایه تاریخ کشورمون هست. خاطب سنی هستن که بیشتر باید روی اینا سرمایه گذاری کردن، آینده کشور هستن و سینما به سهم خودش جشنواره بسیار مؤثر کودک و نوجوان داره، ولی فکر میکنم که کم داره برنامه گذاری میکنه براش. اگر فیلم های تولید بشه که واقعا کارشناسا ارزیابی بکنن و تاثیرگذار باشه در فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان، حتما ما استقبال میکنیم. یادمون باشه گذاشتن خوراک فرهنگی جذاب و مناسب در کنار دفتر کتاب و قلم تو کوله پشتی بچه ها عزم مسئولان فرهنگی و آموزشی و فیلمسازان رو یک جا با هم میطلبه. تجارتی معنوی به نام مدرسه سازی، تجارتی که هیچ سودی برای اون نمیشه متصور شد. من اولین مدرسه‌مو در 1365 ساختم و
با خودم عهد کردم تو موقعی که زنده باشم پولم داشته باشم مدرسه بسازم. من 11 تا مدرسه ساختم. مردی که مدرسه سازی رو سرلوحه زندگیش قرار داده. چون خودم درس نخوندم اصلا، دوست داشتم کاری که از دستم میاد جزء فرهنگ کار فرهنگی انجام بدم. به لطف خدا هرچی هم در آوردم مدرسه ساختم. حالا خشت هایی که توسط این خیر روی هم گذاشته شده سقف کلاس چندین دانش آموز رو بنا کرده. من یه به خانم هم گفتم خانم ما 5 تا بچه نداریم، 10,100 تا بچه داریم. تجلیل از اینان آسان نیست. اجرای چنین برنامه‌هایی میتونه انتقال بده اون فرهنگ گذشت و ایثار رو به دانش آموزان. تجلیل از خیرین در رؤوس برنامه‌های آموزش و پرورش هست. این برنامه‌ها و برگزاری این گونه محافل باعث جذب خیرین مدرسه ساز و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و اعتلاء فرهنگ آموزش و پرورش کشورمون خواهد بود. باعث افتخار منطقه 5 این مدرسه. مدرسه‌ای هستش که از هر جهت آزمایشگاه خیلی خوب، کارگاه خیلی خوب، ما کتابخونه ای رو داریم که خیلی غنی هستیم و همینطور سایت. 20% فضای آموزشی کشور توسط خیرین مدرسه ساز ایجاد شده که توسعه این میتونه کمک بزرگی برای کمبود فضای آموزشی در کشور باشه. همکارمون خانم گودرزی در تحریه با خبرنگاران جوان هستن برای معرفی برگزیده خبرها. سلام بر شما خانم گودرزی. سلام به شما آقای مقامی و همه بینندگان عزیز. امروز گزارشی داریم با این عنوان، راز محبوبیت فرمانده سپاه قدس. این گزارش همراه با تصاویر هستش. در مورد تعطیلی مدارس تهران به خاطر آلودگی هوا در روزهای آینده هم خبرهایی رو براتون داریم. در صفحه شهروند خبرنگار ما میتونید فیلم لحظه‌ای رو ببینید که یک پسر نوجوان جان یک کودک رو بین آسمان و زمین نجات میده. در صفحه فیلم و صوت هم تصاویری از هدیه کریستیانو رونالدو به پسر بچه لبنانی رو میتونید ببینید. اما در اخبار داعش امروز، از روبودن زنان ایزدی به وسیله داعش تا اعدام وحشتناک دو مرد در یمن به وسیله این گروه تروریستی رو براتون آماده کردیم. مرگ نوعروس زیر شکنجه خواهرشوهر، این عنوان گزارشی هستش که دوستان ما در گروه اجتماعی برای شما آماده کردن. اما این رو هم بگم که در صفحه انتخابات ما میتونید در جریان اخبار لحظه به لحظه انتخابات، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان قرار بگیرید. همه این اخبار رو میتونید در سایت ما به نشانی yjc.ir مشاهده بکنید. اما اگه دوست دارید اخبار باشگاه خبرنگاران رو روی تلفن همراهتون داشته باشید، کافیه به سایت ما بیاین و با یک کلیک عضو گروه تلگرامیمون بشید. سامانه پیام کسته 2394 هم پل ارتباطی ما با شماست. آقای مقامی اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. از شما متشکرم خانم گودرزی. اما شما میتونید از طریق شناسه شهروند YJC در پیام رسان تلگرام خبرنگار ما باشید. کافیه قبل از ارسال اتفاقات سوژه‌های خودتون رو به شماره 0930-319-47 ذخیره کنید و بعد با ما در میون بگذارید. سلام، شما میتونید سوژه‌های خبری خودتون رو از طریق پیام رسان تلگرام به ما ارسال کنید. ۲۸ آذر ماه، آسمان آلوده تهران. به لحظات اذان مغرب به افق تهران رسیدیم. پس از بخش اذان هم همراه ما باشید. امیدوارم من و همکارانم را از دعای خیر فراموش نفرمایید و دعوت میکنم بیننده ادامه با خبرنگاران جوان باشید. استان کرمان در بخش صنعت نانو پیشرفت چشمگیری داشته، اما با نگاه مسئولان این استان در این صنعت چشمانداز بیشتری خواهد داشت. فناوری نانو واژه‌ای است که تازگی ها زیاد شنیده می شود. فناوری بیو یا به زبان خودمونی فناوری های زیستی در کشور ما دارای سابقه طولانی هستش و ما جزو اولین کشورهای واکسن ساز و سروم ساز در دنیا هستیم. این روزها هر جا که فکرش را کنید این فناوری راهش را باز کرده که کاربردهای بی‌نظیری دارد. یکی این که ما اومدیم از نانو جازو برای جدا سازی یونه سمی از آبایی که در چاهایی که در اطراف شهرستان کرمان بود، به دلیل اینکه آلوده به یونای سمی و خطرناک بودن، ما اومدیم از نانو جازو سنتز کردیم و سپس اونو در جدا سازی یونها که الان همین طرح در اداره آفاضلاب کرمان مورد استفاده قرار گرفته.
استان کرمان تا به امروز قطب معادن و کشاورزی کشور بوده است، قابلیت آن را دارد که به قطب نانو هم تبدیل شود. تا الان بیش از 10 تا شرکت داریم در حوزه فناوری‌های نانو کار می‌کنند. برنامه پارک تجاری سازی محصولات این شرکت‌ها است در حوزه فناوری‌های نانو و خب امیدواریم با راه اندازی مرکز تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته در پارک بتونیم به توسعه این فناوری و به توسعه متجاری سازی و ان شاءالله به بازار رسوندن محصولات این شرکت‌ها کمک شایانی بکنیم. ما در کارخانه رنگدانی سیرجان مشغول به کار هستیم که به مدت 3 ساله که از مواد نانو استفاده می‌کنیم و تولید کامپاندهای نانویی داریم تو این کارخونه. واحد ما کلاً اولین واحد تولید کننده الیاف بتون و آسفالت نانویی است. ما در مورد نانو داروها تمرکزمون بیشتر روی نانو لیپوزوم بوده توی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تونستیم با یکی از شرکت‌های داروسازی طرحمون رو به مرحله تجاری سازی برسونیم که امیدوار هستیم تا شهریور سال آینده وارد بازار دارویی کشور بشه و مورد استفاده قرار بگیره. توجه به گسترش نانو در دانشگاه استان کرمان و حتی در دبیرستان ها این ضرورت داره که ما با هماهنگی با ستاد توسعه نانو در کشور در استان کرمان یه ستادی داشته باشه. به همین علت مقدمات کار رو انجام شد. با ورود فناوری نانو به بخش های مختلف می توان اقتصاد کشور را پویاتر کرد. ابلاغیه های کاغذی از این به بعد از قوه قضاییه رخت می بندن. با تصویب آیین دادرسی کیفری جدید در اواخر تیر ماه امسال، مجوز ابلاغ‌های الکترونیکی به قوه قضاییه داده شده. مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم مطابق وظیفه‌ای که این قانون بر دوشش گذاشته، سامانه ابلاغ رو طراحی کرده در کنار سامانه ثبت نام یا سامانه سنا که با ترکیب این دو سامانه ما انشالله در آینده کلیه ابلاغ‌های دادگستری‌ها رو به صورت الکترونیکی خواهیم داشت، اونایش که امکان دسترسی از تلفن همراه یا رایانه وجود داشته باشه که غالب بیش از 90% ابلاغ‌ها خواهد بود، پیش‌بینی ما هست و پیشنویس آیین‌نامه ابلاغ تنظیم شده و اجرا شده. با توجه به اینکه حدوداً 14.5 میلیون پرونده در سال گذشته در قوه قضاییه داشتیم، پیش‌بینی این هستش که تا حدود بالغ بر 200 میلیارد تومان صرفه‌جویی سالانه با ابلاغ الکترونیک شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه دیگه نیازی به پست و ارسال مراسلات کتبی تا حدود 90% نخواهد بود. امسال با وجود شرایط جوی مناسب برای کشت محصول چغندر قند، اما باز هم کشاورزان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. دستانی که رزق و روزی را از دل خاک می‌طلبند و آسمان و زمین به یاری کشاورزان آمدند و شرایط خوبی را برای کشت و کار فراهم کردند. امسال محصول خوبی بوده، خدا را شکر. هوا هم تقریبا یاری کرده، کیفیت محصول خوب بوده. اما سازگاری ابر و باد و مه و خورشید و فلک کافی نیست تا دغدغه کشاورزها رو کم کنه. نزدیک 200 تن چغندر مان زیر زمینه. می‌خوایم آوردیم این کارخانه اینجا هم تخلیه نمی‌کنه. کشاورز توی زمین محصولش مونده، وسیله حمل و نقل نیست یا اگرم هست به قدری قیمت بالاست که واقعا صرف نمی‌کنه. کارخانه موقع پول دادن یه مقداری به ما دور پول میده. اما مسئولین کارخانه قند و شکر حرف دیگری میزنند. بعد از اینکه کشاورز چغندر قند خودش رو تحویل کارخونه دادش و اومد اینجا حسابش رو بست، 30% از بهای چغندر قندش رو بلافاصله بهشون پرداخت میکنیم و الباقیش رو توی یه بازه زمانی بین 45 روز تا حد اکثر 2 ماه باشون تسویه حساب انجام بدیم. کرایه حمل چغندر قند رو دولت امسال برای سال 94 35500 تومان تصویب کرده که این توسط کارخونه ها روی پول چغندر قند به کشاورزا پرداخت میشه و همه کارخونه ها الزام به این دارن که مبلغ رو پرداخت کنن و کشاورزان ضرر را به جان میخرند تا باز هم کام از ما بهتران شیرین شود. عیار ما هرچی بالا باشه قیمت چغندر ما خوب میافتادی، همینطور دیمی میجنی امروز را نره 14 بزنید، عیارش هم پایینه، خیلی ضرر میکنی. این خرجی که ما کردیم به اون چغندر اونها در نمیاره. عیار به قول معروف محموله ها بالاتر هستش یا بعضیا میگن که پایینتر هستش، این یه بحث فنی است که برمیگرده به وضعیتی که معمولاً چغندر قند توی مزرعه داره. این محصول استراتژیک میتونه ما رو از واردات قند و شکر بی‌نیاز کنه. 50% شکری که ما
ما در کشور تولید میکنیم از چغندر قند تامین میشه. این صنعت یک صنعت دیرهایی هست. بازار چغندر قند و شکر با تعامل و هماهنگی با هم فعالیت بکنن، به طوری که هر سه بخش تولید محصول پایدار بمونن. حواسمون باشه برای اینکه این صنعت دیرپای در کشور پایدار بمونه، لازمه کشاورزانی که چرخاننده چرخ اصلی این صنعت هستند پایدار بمونند. کلاهبرداری اینترنتی به سبک و سیاق هکرهای حرفه‌ای. فیشینگ نوعی از سرقت اطلاعاتی که معمولاً هنگام خرید در فضای مجازی و وارد کردن اطلاعات بانکی صورت می‌گیرد. کاربرانی که با ندونم کاری کار دست خودشون میدن. تا چند سال پیش اطلاعات کار خیلی سختی نبود. معمولا با داشتن یک گاف صندوق امن همه ی مشکلات سرقت مدارک مهم حل میشد. با پیشرفت تکنولوژی و ابزار ارتباطی، سارقان هم با یه مدل جدید تو فضای مجازی به کسب و کار خودشون رونق دادن. این بار به جای بالا رفتن از دیوار مردم، خیلی راحت از پشت یه کامپیوتر دست به حملات فیشینگ میزنن. لغت فیشینگ به معنای شکار گذرواژه یک کاربر از طریق طعمه است. در واقع هر وقت که هکرها سعی میکنن اطلاعات کاربری یک نفر رو بدزدن، دارن از روش‌های فیشینگ استفاده میکنن. کلاهبرداری از طریق فیشینگ بخش بزرگی از جرایم رایانه‌ای رو به خودشون اختصاص دادن، تا جایی که گزارش‌ها حاکی از آمار بالای این حملات در کشور ماست. تعداد کسانی که در معرض این کلاهبرداری قرار می‌گیرند و فریب می‌خورند در کشور ما بالاست. اما چرا؟ اعتماد ذاتی که مردم ما به هم نوعشون میکنن زیاد مورد سوء استفاده مجرمین قرار میگیره. برای مقابله با حملات فیشینگ بهتر انواع مختلف این مدل کلاهبرداری شناخته بشه. برای فیشینگ راه های مختلفی است. از فرستادن یک ایمیل که حاوی یک لینکه که 100% به یک بدافزار در واقع مربوط میشه گرفته، تا کپی کردن صفحه انتقال حساب یک بانک. پای دستگاه خودپرداز میکشند، اطلاعات مربوط به کارت بانکیش رو دریافت میکنند و از حسابش برداشت غیر مجاز اتفاق میفته. مجرمین بعد از فراهم کردن ابزارهای ارتباطی برای کلاهبرداری، سراغ روانشناسی کاربران میرن. این روزا خیلی از هکرها و مجرمای اینترنتی میان با استفاده از اصول روانشناسی و مهندسی اجتماعی یه کاری میکنن که کاربرا با اختیار خودشون اطلاعاتشون رو منتشر کنن. مجرمین عمدتاً از تحریک حس طمع در افراد برای این نوع سوء استفاده بهره برداری میکنن. مسلط به روش های مهندسی اجتماعی هستن که فرد رو فریب میدن. اما چطور میتونیم از کلاهبرداری های اینترنتی در امان باشیم؟ سایت هایی که برای انتقال اطلاعات حساب بانکی استفاده میشن، حتما باید تو آدرسشون دقت بشه که از HTTPS در واقع استفاده شده باشه و نه از HTTP. برای مثال ایمیل هایی که برای ما از سمت اشخاص ناشناس میرسن رو به هیچ عنوان باز نکنیم، به خاطر اینکه ممکنه داخل این ایمیل ها علارغم اینکه ما یک فایل متنی و یک فایل عکس می‌بینیم، به همراهش موقع اجرا شدن یک بدافزار هم اجرا بشه و به کمک اون بدافزار هکر بتونه اطلاعات حساب ما رو برای خودش ایمیل کنه. حملات فیشینگ در عین سادگی به رفتارهای کاربران بستگی داره. پس بهتره رفتار خودمون رو در فضای مجازی بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنیم. این بار ساخت و سازها و آسمان خراشها نگاه عکاس ما رو به خودش خیره کرده. شما میتونید از طریق مراجعه به صفحه شهروند خبرنگار سایت باشگاه خبرنگاران ویدیوها، عکس‌ها و موضوعات خبری خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه با خبرنگاران جوان شنبه 28 آذر ماه رو انتخاب کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم. التماس دعا خدا نگهدار.